نهادی در کابل آغاز به کار می کند که به گفته مسئولان آن برای فراهم سازی آموزش بهتر و پشتیبانی از کودکانی تلاش خواهد کرد که جنگ نزدیک به دو دهه اخیر زندگی آنان را صدمه زده است. هم نظر بر آن شدیم تا بنیاد را بسازیم که دستگیر و عامی کسانی باشند که جنگ سایه پلیدش را برای خانواده اش گسترانیده است. دستگیری کسانی باشیم که با ابتدایی ترین کمک به خاطر فراگیری تعلیم و تحصیل نیازمندند. ما نمی توانیم یک جامعه باثبات با صلح پایدار بسازیم در حالی که نسبت به کسانی که پدر و مادرشان را از دست دادن به تفاوت باشیم. شمار دیگر از شرکت کنندگان به رسیدگی جدی با آسیب دیدگان جنگ در کشور تاکید می ورسند. ما نمیتونیم افغانستان را تغییر بدیم اگر تلاش نشود که ما اطفال خود را با تعلیم تربیه با کیفیت مسلح بسازیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اینجا میگوید که خشونت ها در کشور باید بیدرنگ کاهش یابند. گفتگوها در جریان است. قدم هایی که برداشته شده قدم ابتدایی، قدم بسیار تاریخی و بزرگ بوده، اما توقع سرعت عمل همه مردم افغانستان دارند. یک طرف گپ و کاهش خشونت، چون در وضعیت جاری که نه تنها خشونت سطحش پایین نامده بلکه بیشتر شده نسبت به گذشته. شهروندان کشور انتظار دارند تا نتایج مذاکرات صلح با طالبان به صلح همیشگی در کشور منجر شود و به خونریزی ها نقطه پایان گذاشته شوند.